تکنولوژی هایی که با کمک حس بویایی فعالیت می کند. ساخت وسیله پیشرفته کشف دروغ. آشنایی با موتور تاریخی شرکت فورد. و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی را در کاروان این هفته تماشا کنید. سلام، به کاروان خوش آمدین. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش نمودن گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی با شما خواهم. آیا علاقه دارید موتری بخرید که در جریان راهبندان عطر تسکین دهنده پخش کند؟ و یا رباتی که بوی انسان دهد؟ ساینسدانان میگویند به زودی تکنولوژی های به بازار عرضه خواهد شد که با کمک حس بویایی انسان فعالیت خواهد کرد. شرح بیشتر در این گزارش. وقت مجازی همراه با یک بعد دیگر. ساینسدانان در پوهنتون سوسکس بریتانیا جهان مجازی را ساختند که حتی بوی واقعی دارد. وقتی کاربر دروازه مجازی را باز می کند، مانند این جنگل بارانی، پخش کننده ها بوی مشخص را پخش می کنند تا کاربر حس کند واقعا آنجا حضور دارد. واقعا یک تجربه همه جانبه است، چرا که شما داخل محیطی می شوید که بو نیز با آن مطابقت دارد. روی تکنولوژی بو در گذشته نیز تجارب صورت گرفته است که یک مثال آن را در فیلم بیاتماندنی Smell on Vision سال 1960 دیده می توانیم. رابطه میان احساسات، خاطره ها و پتانسیل حس بویایی جزی از اجزای ادراک ما می باشد و کاری را که می توان با این تکنولوژی انجام داد باور نکردنی است. این تجارب تنها برای سرگرمی نیست. اینجا فضای مجازی برای رانندگی ایجاد گردیده که بو هم پخش می کند. در این فضای مجازی هرگاه راننده سریعتر از سرعت تعیین شده می راند، ما بوی گل بنفشه پخش می کنیم به خاطر که بوی آن تسکین دهنده است. تلفن های همراه نیز با استفاده از بو می تواند هشدار ارسال کند و همچنان شرکت های مختلف در حال تجربه کردن تاثیرات بو بر رفتار و برخورده مشتریان است. نه تنها برای بازاریابی در فروشگاه ها، بلکه برای ایجاد لوگو و برند بک کار برده می شود و از سوی دیگر شما می توانید انگیزه خرید را ایجاد کنید. مثلا شما در کتابخانه هستید و بوی قهوه به مشامتان می رسد و ناخودآگاه نیاز به نوشیدن قهوه پیدا می کنید. ماگیونی می گوید بو تاثیر حیاتی بر رابطه انسان ها دارد. به طور مثال وقتی یک مرد بوی اشک را حس می کند، سطح هورمون تستوسترون در خون وی کاهش می‌یابد و ابراز همدردی می‌کند. از این عکس العمل فیزیولوژیک می‌توان در تکنولوژی جدید استفاده کرد. در رابطه با تعامل ما با ربات، اگر ربات‌ها را با حس بویایی مجهز کنیم، چگونه می‌توانیم میان ما و ربات‌ها ارتباط برقرار کنیم؟ ساینسدانان می‌گویند تا هنوز از حس بویایی استفاده لازم صورت نگرفته است. ولی با پیشرفت تکنولوژی این بخش نیز شاهد تغییرات خواهد بود. لدیرو کلون رئیس ساینس پوهان پدی هڅه کوي چې د تکنولوژي په مرسته د انسان درواغ او رښتیا ویل ثابت کړي. د واشنگتن دی اله د سیاتل ښار د سلور لاجک د لابراتوار چارواکي وایي چې د دوی د پولیګراف ماشین د درواغو د کشفولو او امتحانولو تر ټولو پرمختللې وسیله ده. نور تفصیل ریپورت. د درواغو د معلومولو د ماشین د سیمونو او کمربند ځای به یوه ویډیویي کمره او یو الګوریتم ونیسي. موږ له ویډیویي تصویر څخه ګټه اخلو. اول یې په اطلاعاتو باندې تجزیه کوو او له هغه وروسته د کوانټ له میتودونو، ریاضي او له ویډیو څخه د ژور زده کړې پر مټ دا معلوموو چې احساساتي ځوابونه له ځینو انګیزو سره څه تړاو لري. دا کومه نوې ټکنالوژي نه ده، بلکې د اول ځل لپاره په دې خاطر جوړه شوې وه چې د تلویزیوني خپرونو او فلمونو په وړاندې د خلکو عکس العمل معلوم کړي. له مخکنیو مطالعاتو څخه په ګټې اخیستو په تیره کې هغه کوچنۍ نښې نښانې کشفولی شي چې د یو کس هغه احساسات چې نه غواړي ښکاره یې کړي په غیر قصدي ډول ښکاره کوي. د سلور لاجک لابراتوار الګوریتم کولی شي په مخ کې ښکاره کیدونکي احساسات
د غصې، نفرت، خوشحالۍ او ډار په ګډون د اوو بیلابیلو عکس العملونو له لارې معلوم کړي. غواړو د هغې په مخ باندې ډېر تمرکز وکړو چې وکولی شو په تصویر کې زیات جزئیات ترلاسه کړو، ځکه غواړو چې د احساساتو ترلاسه کیدونکي علائم پروسس کړو چې پوه شو کوم څه چې هغه وایي رښتیا دي او که نه. دلته الگوریتم خپګان کشفوي او ممتحن ته دا ښیي چې امتحان ورکوونکي رښتیا نه وایي، ځکه ابتدایي امتحان ښیي کله چې هغه درواغ وایي نو د ناراحتۍ احساس کوي. د داسې یوې ویډیویي کمرې موجودیت چې کولی شي د تشویش سطحه او احساساتي عکس العملونه کشف کړي، د ځینو لپاره یې د محرمیت له اړخه اندېښنې پیدا کړي، خو د دغې وسیلې جوړوونکی شرکت یې بې ځایه بولي. زه فکر کوم دا د مدني حقونو لپاره یو ډېر ستر پرمختګ دی، ځکه کمرې او کمپیوټرونه د کوم نژاد، قوم، جنس او عمر په وړاندې تبعیض نه کوي. د پولی ګراف دغه ماشین ښایي د رښتیا د معلومولو په برخه کې په راتلونکي کې فعال رول ولوبوي. با گسترش استفاده از درون ها، انواع مختلف از آن ساخته شده و مردم در بخش های مختلف از این درون ها استفاده می کنند. در این گزارش درون کوچک جی بی را معرفی می کنیم که با کمک تلفن هوشمند عکس سلفی می گیرد. سلف لایت ترکیب از تلفن های هوشمند و درون با کامرا می باشد. این یک جعبه 9 میلیمتری تلفن است که به تلفن همراه شما وصل است و دارای یک کمره HD است. شما می توانید آن را برای پرواز تنظیم کنید. سلف لای برای تصاویر ساخته شده است. این تیاره کوچک کنترل شونده از راه دور با یک برنامه تلفن همراه با کنترلرهای روی صفحه و گزینه های اتومات رهبری شده برای تصاویر خاص تهیه شده است. این در هوا ثابت است. شما هر جا که بخواهید آن را قرار داده و به راحتی آن را کنترل می کنید. تصاویر کمره تیاره کوچک از طریق اینترنت با تلفن هوشمند وصل می باشند. در واقعیت امر شما تصویر را به تلفن می بینید و طوری که شما می خواهید تصویر را دستکاری می کنید. می خواهید تصویر بزرگ باشد، فقط با انگشتانتان آن را نزدیکتر می سازید. تلفن آن علائم را به تیاره کوچک انتقال می دهد و فقط آن را نزدیکتر می سازد. سلفلای کاملا چارج شده می تواند برای مدت 5 دقیقه در هوا بماند. این زمان کافی برای گرفتن 20 عکس یا سلفی است. تا اکنون شما یک کمره در جلو و یک کمره عقبی در تلفنتان داشتید، ولی امروز شما یک کمره سومی دارید که می تواند از تلفنتان جدا شود و شما می توانید هر جایی که خواسته باشید آن را بگذارید. شما یک درون را پرواز نمی دهید، شما تصاویر خود را کنترل می کنید. این شرکت در نظر دارد تا اخیر سال سلفلای را به قیمت 140 دلار به بازار عرضه کند. فرستادن آن به شما به داخل امریکا رایگان است، ولی برای سایر نقاط 20 دلار هزینه برمی دارد. تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نو می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید. حال نظری میندازیم بر رویدادهای مهم جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه جلا جان نوری در این بخش ما را همراهی میکنه. سلام جلا جان. دوجا سلام خدمت شما و خدمت برنده عزیز. بله، باز هم چند خبر و گزارش از جهان تکنولوژی را گرد هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای مشاهده میکنیم. در میان اخبار جالب و جهان تکنولوژی در این هفته، اگر کمپیوتر چهره زیبا را مشخص نکند، شخص دیگری میگوید که زیباست. اکنون در کمپیوتر تکنیک های مختلف زیبایی چهره به نام نقشه گذاری چهره اضافه شده است که جزء عصر قدیم در یونان بوده است. چهره افراد با استایل های مختلف سابقه و تاریخی تغییر می کند. یک دکتر جراحی پلاستیکی در لندن با کمک روش فی که قدامت آن به زمان یونان قدیم معمول برمی گردد، می تواند مشابه چهره شخص
بسازد. زیبایی افراد نظر به نسل، فرهنگ و نژادان ها فرق می کند. افراد همیشه متوجه زیبایی و مشخصات فردی می شوند و با اضافه کردن تغییرات ساده توسط تکنیک های کامپیوتری چهره افراد را می توان تغییر داد. در خبر جالب دیگر از روسیه، موزیم تکنولوژی کامپیوترهای قدیمی برای علاقه‌مندان باز شد. در این موزیم منوای کامپیوترهای قرن 20 دیده می شود. در این موزیم کامپیوترهای مکنتاش و گیم‌های قدیمی نینتندو و کامپیوترهای زمان اتحاد شوروی شامل هستند. کیبوردهای قدیمی کامپیوترها شکل دیگر داشت. گیم‌های معروف قدیمی همچون اسکای نت که در روسیه ساخته شده بود جزء این موزیم هستند. در مجموع حدود 690 کامپیوتر تا 4 سال از سراسر جهان جمع‌آوری شده است و در این موزیم به نمایش گذاشته شده‌اند. برخی از کامپیوترهای قدیمی این موزیم حدود $6,000 قیمت دارند. قدیمی ترین نوع کامپیوتر برای ارتباطات در سال 1953 در روسیه ساخته شده است که در آن یک چراغ استفاده شده و کلیدهای کیبورد به شکل بزرگ آن برجسته‌اند. خبر جالب دیگر از آمریکا، در ایالت کالیفرنیا جدیدترین نوع درون با کامرا را ساختند که با انداختن آن به زیر آب از وجود تمساح‌ها خبر می‌دهد. نوع جدید تکنولوژی می‌تواند برای کسانی که برای تفریح در تابستان به ساحل بحر می‌روند کمک کند تا با خاطر جمع آب بازی کنند. مقامات در کالیفرنیا گفتند که اخیراً ده‌ها تمساح در نزدیک سواحل این ایالت دیده شدند. و همین خاطر یک شرکت مبتکر تکنولوژی در استرالیا سیستم با خبری از وجود تمساح‌ها را ساختند. سیستم کلیور بوی که توسط یک مرد استرالیایی ساخته شده، موفقانه در سواحل آن کشور امتحان شده است و از موجودیت تمساح‌ها خبر دادند. در خبر جالب دیگر از بریتانیا، بنیاد بریتانیایی برای جلوگیری از نشر اخبار جعلی کار میکند. اخیراً به کمک سیستم جدید واقعیت‌یابی که در کامپیوترها تنظیم شدن به طور مستقل از ساعت اخبار بررسی میکنند. با سیستم جدید هر نوع اخبار جعلی مشخص میشوند. این بنیاد غیر انتفاعی و مستقل در بریتانیا با کمک تمویل خیریه تلاش دارند تا برای خبرنگاران محلی و فراتر از بریتانیا از درست بودن اخبار کمک نمایند. دو روش جدیدی که از طریق این بنیاد قابل استفاده است، سخنرانی رهبران سیاسی را کنترل میکنند و همچنان معلومات کامل جزئیات آن را تحلیل و تجزیه میکنند تا خبرنگاران مطابق آن استناد نموده و گزارش دهند. با گذاشتن یک گزارش به این سیستم، نوشته های جعلی در آن برجسته میشوند. خبر دیگر از ژاپن، در نمایشگاه تکنولوژی برقی در توکیو ربات را معرفی کردند که پینگ پونگ بازی میکند. این نوع میزی که کمتر حرکت میکند و بیشتر بر استراحت و بازی کردن است طراحی شده است. این ربات برای بازیکن در مورد روند بازی معلومات میدهد تا بهتر بازی کند. این نوع ربات ها بیشتر به عنوان مربی سایبری شناخته میشوند. این ربات با بازی با دیگران آنها را شکست میدهد و برنده میشود. ربات ها را همچنان در نظر دارند که در فابریکه ها برای تشویق کارگران و تولید بیشتر نیز بگمان. و خبر دیگر در مورد شرکت تکنولوژی آمازون. آمازون بخش خدمات کمکی اکو را با اضافه نمودن چند وسیله دیگر برای کمک شخصی خصوصی که با گزینه صدا کار میکند معرفی کرد. در مرکز شرکت گوگل در شهر سیاتل ایالت واشنگتن وسیله های جدید اکو که همراه با گیم و امکان وصل کردن تلفن است معرفی شد. اکو پلاس جدیدترین نوع دستیار با گزینه صدا است که میتوان آن را برای کمک در داخل منزل نصب نمود. آمازون همچنان فایر تی وی پلیر را معرفی کرده و اضافه نموده که دستیار الکسا در برخی از موتورهای بی ام دبلیو نیز در سال آینده اضافه میشوند. فیسبوک جدیدترین ورژن مسنجر لایت بر استفاده کاربران تلفن‌های اندروید اضافه کرده. در این ورژن اینترنتش مجانی در نظر گرفته شده و افراد از اون میتونن که در شماره تلفن دوستای خود در هر جایی که باشن پیام بفرستن و پیام بگیرن و بستگی به نوعیت اینترنت و وصل کردن به اینترنت نداره. این گزینه فقط برای تلفن‌های اندروید در نظر گرفته شده. شما میتونید که مسنجر لایت از گوگل استور بخرید. شرکت گوگل گزینه دیدن منظره جاده را نزدیک شما را به کمک تصویربرداری 360 درجه امکان پذیر ساخته. اخیراً کامراهای واقعیت مجازی از جاده ها و نقاط مختلف جهان عکسبرداری 3D کردند و آن را در نقشه گوگل اضافه کردند. افراد با گزینه دیدن منظره جاده یا سرک میتونن که تصویر بهتر و مشخصات منطقه را از طریق اپلیکیشن نقشه گوگل هم تماشا کنند. و باز هم خبر دیگر در مورد شرکت گوگل، پایگاه اینترنت کروم مربوط گوگل با امکانات گزینه های بهتر تنظیم شده. شما میتونن که زبان گزینه سرچ یا جستجو را در کروم از طریق ستینگ به زبان دری و پشتو تبدیل کنید.
باید در سطح این گزینه ادوانس انتخاب کنین و بعد زبان مشخص را نیز اضافه کرده میتونین. در نتیجه جستجو در کروم به زبان دیگر هم کار میکنه. یکی از اپلیکیشن های جدید که در تلفن های اندروید قابل استفاده است و میتونه کمتر بیتری مصرف کنه و بیتری تلفن سریعا چارج میکنه به نام سودوس. این اپلیکیشن مجانی در صفحه مغازه گوگل قابل دانلود است و در برخی مواقع شما از ضیاع چارج تلفن هم کمک میکنه. ترایپاد یا پایه نصب تلفن که به اشکال مختلف قابل قاد شدن است از نوع رابر یا پلاستیکی ساخته شده که میتونین او را به دور پایه دور داده تلفن را نصب کنین و این نوع پایه نصب تلفن با کمک چاپ 3D بسیار جالب طراحی شده و از شکل ستاره بحری الهام گرفته شده. تکمه های از او تلفن را محکم میگیره و شما در جاهای مختلف بدون اضطراب افتادن تلفن میتونین که فیلمبرداری یا عکس بگیرین. در میان ویدیوهای جالب تکنولوژی در این هفته یک ویدیوی جالب موترهای آینده شامل ویدیویی از موتر بنز F015 است که به شکل برقی دیزاین شده با اپلیکیشن تلفن روشن و خاموش میشه و تمام سیستم داخل از او تچ یا فقط لمس انگشتان کار میکنه. این هم موتر بنز با تمام امکانات پیشرفته تکنولوژی همراست. اکثر امریکایی ها مرقلای سوخت چوب برای کباب یا همچنان نشستن در بیرون از منزل دوست دارند. به همین دلیل در میان لوازم خانه که در او از تکنولوژی امکان بیتری چارجی شای آفتاب کار گرفته شده ساخته شده، یکی مرقل سوخت چوب است که بدون از اینکه دود کنه بیتری چارج کن از طریق یک اپلیکیشن کار میکنه. بیتری که امکان وصل بلوتوت و USB داره میتونه چراغ سطح مرقل هم روشن کنه و همچنان میتونه در موقع نیاز تلفن خود با او هم میتونه که چارج کنه. و برای شما علاقه‌مندان تکنولوژی روش ساده و مجانی را برای به دست آوردن معلومات تلفن‌های اندروید که گم کردین معرفی می‌کنم. اپلیکیشن آی موبی با اضافه کردن معلومات تلفن شما سریعا هر نوع معلوماتی که در اپدیت کردن یا موقع مختلف بخصوص افتادن تلفن از دست دادن دوباره پیدا می‌کنه. بعد از اینکه بدانید چطور تلفن خود با معلومات کامل از او دوباره زنده بسازین یا دوباره معلومات شما به دست بیارین و استفاده آی موبی را هم یاد بگیرین، در کانال اکسپلور گادجتس ویدیوی پست کردن که قدم به قدم به شما یاد میده که چطور معلومات گمشده خود در تلفن های اندروید دوباره زنده بسازیم. داود جان یک دنیا تشکر از حضور شما در برنامه جلا جان. تشکر از شما. شما هم مثل همیشه میتونین به صفحه فیسبوک کاروان سر بزنین و مطالبی را که هفتهوار ما پخش میکنیم تماشا کنین. با ما همراه باشید. د کابل پوهنتون دوو محصلینو په داسې یو اپلیکیشن کار پیل کړی چې خلکو ته په آنلاین بڼه د شیانو د رانیولو زمینه مساعدوي. دغه محصلین وایي چې د دې اپلیکیشن په مرسته د هوټل بوکینګ، د برېښنا د مصرف پیسې ورکول او نور خدمات هم ترسره کیدلی شي. تفصیل له کابل څخه د حکمت سروش په رپورټ کې. د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي دوو محصلینو د فاست ترانسفر په نوم پر یو داسې اپلیکیشن کار پیل کړی چې کولای سي د کاغذي پیسو ځای ونیسي او خلک به وکولای سي د دې اپلیکیشن له لارې په آنلاین ډول توکي رانیسي. سلطان حسین وایي چې اوه میاشتې کېږي پر دې اپلیکیشن کار کوي. یک بدیلی برای پولای کاغذي میباشه که طریق ازی میتونیم که بدون اینکه شخصی مثلا از طریق پول خرید فروش انجام بتونه که از طریق موبایل یعنی اپلیکیشن ما انتقالات انجام بده که یعنی اجنسی کار داشته باشه خریده میتونه. در کابل پوهنتون دغه محصلین وایي چې د اپلیکیشن کار یې تر ډیره بشپړ کړی. شکرالله وایي چې د دې اپلیکیشن له لارې د برېښنا بل هم تحویلېدای سي. فانکشنالیتی دیگه ایش مثلا پرداخت بل برق است که هر شخص میتونه کود و یا کیار کودی که در خود بل برق است او رو توسط از او بل برق خود پرداخت کنه بدون از اینکه با بانک بره طریق موبایل خود. شکرالله وایی چه شرکتون هم کولای سی پا دی اپلیکیشن که رجستریشن وکری او تو که و پلوری. میتونه هر شخص از این طریق تکیت تیاره بکنه و همچنان فانکشنالیتی بعدیشی که ما در نظر گرفتیم بوکینگ تکت های اوتل هستک و همچنان آنلاین شاپنگ یک فانکشنالیتی عمدهش هستک. کمپانی ها دهی خود راجستر میتونن خود راجستر کنن و یوزرهای آن میتونن از طریق خریداری کنن. دغه محصلین وایی چې د دې اپلیکیشن تر بشپړولو وروسته به د ټکنالوژي په برخه کې نور کارونه هم وکړي چې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. حکمت سروش، کابل.
در بخش موترهای امروزی کاروان در مورد یک موتر تاریخی گزارش داریم. شرکت موترسازی آمریکایی فورد در اوایل قرن 20 با تولید موتر مدل تی فرهنگ خرید موتر را در میان مردم عام رایج ساخت. قبل از آن موتر یک وسیله بسیار قیمتی بود که تنها شماره اندکی از ثروتمندان توان خرید آن را داشتند. موزیم موتر گیلمور در ایالت میشیگان آمریکا زمینه راندن این موتر را در یک صنف 4 ساعته برای نسل امروزی مساعد ساخته است. شرح بیشتر در این گزارش. این موتر با سرعت نهایی 64 کیلومتر در ساعت حرکت می کند، اما علاقمندان بی صبرانه منتظر راندن آن هستند. صدها نفر امسال از قبل نام نویسی کردند تا فرصت راندن نمونه اصلی موتر مدل تی شرکت فورد را در موزیم موتر گیلمور ایالت میشیگان به دست دارند. حدود یک قرن می شود که تولید مدل تی متوقف شده است، اما این موتر در زمان خود بسیار محبوب و مشهور بود و به مثابه موفق ترین موتر تاریخ شناخته می شود. هنری فورد، بنیانگذار شرکت فورد، در سال 1908 میلادی نخستین موتر مدل تی را تولید کرد و این کار تقریباً 20 سال ادامه داشت. آقای فورد می‌خواست تولید گسترده موترها را عالی سازد تا قیمت موتر در حد ارزان شود که همه توان خرید آن را داشته باشند. کیت مایس، بازدید کننده 49 ساله از کنت وود ایالت میشیگان، می‌خواهد در صنف 4 ساعته رانندگی مدل تی حضور یابد. در این سن سه دوره رانندگی و مشاهده در نظر گرفته شده است که سه بازدید کننده با پرداخت مبلغ $105 آمریکایی از آن مستفید شوند. در ابتدا ترسیدم، بسیار ترسیدم، چرا که تصور میکردم چیزی از موتر را خواهم شکست یا کسی بخش آن را خواهد شکست. اما بعدا میدانید و به این نتیجه میرسید که این موترها بسیار مستحکم ساخته شده است. جی فالیس، مدیر بازاریابی موزیم، میگوید که مدت طولانی می شود صنف رانندگی مدل تی در میان مردم محبوبیت دارد. در حدود 10 سال از این تجربه ما می گذرد. تا آخر سال روان ما بیش از 500 نفر شرکت کننده در این صنف خواهیم داشت. آلن بنت، بازدید کننده 12 ساله از شهر دیترویت، جوانترین شخصی است که آموزش را در این صنف تکمیل می کند. واقعا دلچسب بود، چرا که در گذشته تنها گو کارتس یا موترهای کوچک را رانده بودم. جیم براند و مربیان دیگر در جریان رانندگی بازدید کنندگان را کمک می کنند، به ویژه وقتی آنان با مشکل روبرو شوند و یا نتوانند موتر را روشن کنند، چیزی که گاه گاه موتر مدل تی با آن روبرو می شود. کودکان امروز بیشتر با آیفون و آیپد مصروف هستند. ما باید زمینه انجام کارهای متفاوت را با آنها مساعد سازیم و همین یکی از دلایلی است که من اینجا کار میکنم. بازدید کنندگان بعد از تکمیل دوره آموزشی در این صنف در مراسم فراغت شرکت میکنند و یک کتاب DVD در مورد موتر مدل تی و سند مکتب رانندگی به آنها داده میشود. نخستین موتر مدل تی در 27 ماه سپتامبر 1908 در شهر دیترویت ایالت میشیگان تولید شد و با مرور زمان تولید آن در 30 کشور جهان گسترش یافت و در حدود 15 میلیون اراده از آن به فروش رسید. در عصر جدید کامپیوتر و تکنولوژی، شمار از کودکان فرصت بازی با ربات‌ها را نیز دارند. شرکت اسکاتلندی به نام روباتیکل ربات کم هزینه و کوچکی را برای کودکان طراحی کرده که قدرت راه رفتن، رقصیدن و حتی فوتبال بازی کردن را دارد. هدف اصلی از ساختن این ربات آشنا کردن کودکان با نحوه برنامه‌نویسی برای کامپیوتر در مکتب است. شرح بیشتر در این گزارش. این مارتی است، رباتی کوچک که برای کودکان بی سرپرست علاقه‌مند به تکنولوژی ساخته شده است. این ربات از قطعات قابل چاپ سه‌بعدی ساخته شده و توسط کامپیوتر یا تلفن هوشمند از راه دور اداره می‌شود. الکساندر آنوچ مخترع می‌گوید برخلاف ربات‌های دیگر که معمولاً با بهای زیاد و بازار عرضه می‌شوند، مارتی با هزینه کمتر به فروش می‌رسد و بر علاوه بتری آن با مقایسه ربات‌های دیگر بقای بیشتر دارد. What makes him special, sort of in the way that his legs work,
مورد قابل توجه در مورد این ربات نحوه فعالیت پاهای این ربات است که دلیل آن کاربرد شمار کمی از موتورها نسبت به انواع ربات‌های معمولی می باشد. ما حرکت به جلو و عقب و حرکت دو طرف و حرکت چرخشی را در این ربات اضافه کردیم و این قابلیت منحصر به این ربات است و به صورت معمول اگر شما از تعداد موتورهای ربات کم کنید قابلیت این ربات‌ها به شدت کاهش پیدا می کند. امروزه شماره زیادی از کودکان در دوران مکتب برنامه نویسی یا کدگذاری کامپیوتر را فرا می‌گیرند که در واقع آنان زبان جدید یعنی زبان تکنولوژی را می‌آموزند که برای نرم افزارها و اپلیکیشن‌های موبایل و وبسایت‌ها استفاده می‌شود. انوک می‌گوید برنامه نویسی و کدگذاری ربات مارتی به مراتب ساده‌تر از ربات‌های دیگر است. با استفاده از این ربات‌ها کودکان در کنار بازی و ساعت‌تیری کودکانه چگونگی کدنویسی را می‌آموزند، حرفه‌ای که در آینده برایشان منفعت خواهد داشت. خواهرزاده 8 ساله این مخترع از کدگذاری مارتی برای رقصاندن این ربات استفاده می‌کند. بازی کردن با ربات‌ها فرصت نیست که همه روزه به دست آوردنی باشد. این دانش آموز 16 ساله از کدنویسی پیچیده تر استفاده می کند. به باور من فراگیری تکنیک های روباتیک در هر مرحله با استفاده از یک وسیله عالی است. این یک وسیله سودمند است. این ربات سرگرم کننده اما آموزشی به بهای 128 دلار آمریکایی به شکل آنلاین به فروش می رسد. آیسلند تر ډیر وخت د یخ او اور هیواد ویل کیږي. په دغه هیواد کې د ډیرو یخو او طبیعي یخچالونو تر څنګ د ځمکې لاندې د ګرمو اوبو ډیرې چینې هم موجودې دي چې د انرژۍ په تولید کې ترې ګټه اخیستل کیږي. د آیسلند خلک د دغې انرژۍ د کنټرولولو او مؤثرې استفادې په چارو باندې له کلونو راهیسې بوخت دي او په دې برخه کې غواړي نور هم پرمخ ولاړ شي. نورحال ریپورټ. د ځمکې د سوري کولو یا شکولو دغه وسیله چې تور نومیږي ښایي د آیسلند د انرژۍ راتلونکی بدل کړي. دغه وسیلې په مځکه کې یوه اورشیندونکي ته د 4,495 مترو په ژوروالي یو سوری کیندلی چیرې چې د حرارت درجه د سانتي ګرید په کچه 420 درجې ګرمه ده. ټیم اوس دې ته چمتو دی چې څا ته اوبه ورکته کړي چې ګرمي به د حرارتي انرژۍ تولید پیل کړي. حتی که موږ اوبه کولی شو په ډیرو ضروري حالاتو کې د ځمکې په ډیر عمق کې موجود مایع ترلاسه کړو، نو دا د ډیر لوړ حرارت او فشار په معنا ده. داسې وڅا د عادي څاګانو په پرتله له 5 تر 10 چنده پورې حرارتي انرژي تولیدوي. په راتلونکو 2 کلونو کې به ساینس پوهان په دې تجربه کوي چې آیا د داسې یوې څا موجودیت ممکن دی. کله چې موږ یو ځل ووینو چې هلته څه دي او پوه شو چې حرارت ډیر زیات دی، خو وروسته مایعات ترلاسه کړو او په ترکیب یې لا تر اوسه نه پوهیږو، او کله چې پوه شو څه ډول مایعات دي نو باید معلومه کړو چې څنګه او په څه ډول یې کنټرول ترلاسه کولی شو. په دې توګه په دې برخه کې لا ډېرې پوښتنې بې ځوابه دي. خو که دغه کار نتیجه ورکړي نو د تور د څا په شان 3 تر 5 څاګانې ښایي چې د حرارتي انرژۍ د تولید د 150 عادي څاګانو په اندازه انرژي تولید کړي. آیسلند د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د خپلې اړتیا وړ انرژۍ 100% له قابل تجدید انرژي نه تامینوي. خو که چیرې د حرارتي انرژۍ د تولید دغه څاګانې ښه نتیجه ورکړي، خواهی پا نرهی که ده انرژی ده تولید بنه بدل کری. داوده دیونه کاروان، هیلی داری خبروانی پول مطلبونمو دی پانوار دیوزه دیوی. مرخی لخته پامنی غوارم یادونه وکرم. موږ د خبرونې د لاښ والي لپاره ستاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. تاسو کولی شئ د نننۍ خپرونې په ګډون د کاروان ټولې تیرې خپرونې د کاروان د فیسبوک پر پاڼې، یوټیوب چینل او د امریکا غږ په پښتو او دری پاڼو کې وګورئ. هیله ده تل موږ سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ.